زندگی هر فرد جامعه از مهر و محبت و صدق و وفاداری زن مادر معوا میگیرد. زن چراغ منور خاندان، هدایتگر اخلاق نیک و دستگیر و نجات بخش همیشگی ماست. فضیلت عالی و رشد و نموی جامعه از تلاش های پیوسته آنها سرچشمه میگیرند. تاریخ آینه است که بود و نبود ما را انعکاس مینماید و واقعیت را به ما نشان میدهد. نخستین مربی و معلم فرزند زن مادر است. زن مادر ملت و جامعه را تربیه می نماید. هستی مادر هم افضلیت های زندگی را در بر می گیرد. به تعبیر دیگر مادر منبع مهر و محبت و رحم و شفقت بوده، جهان را با نزاکت و ملاحت خود روح تازه می بخشد. امروز زنها دارای حقوق و آزادی هایند و عضو جامعه جهانی محسوب می یابند. در زمانه کنونی اشتراک زنها در همه جنبه های زندگی احساس کرده می شود. زنان تاجیک با برابر شناخت مقام و منزلت خیش در ساختارهای مختلف دولت کار و فعالیت میبرند. باید قید نمود که آن کشور یا جامعه که ارزش و مقام این قشر جامعه را احترام و پاس میدارند، همان جامعه از مدنیت و فرهنگ بلند برخوردار هستند. باعث افتخار است که امروز زنان در یک صف در مقامات های قدرتی کار و فعالیت نموده، در برابر بجای آوردن رسالت مادری، اینچنین در تامین ثبات و آرامی، حفظ ترتیبات جمعیتی و حمایه منفعت های شهروندان سهم نظر است میگذارند. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام نوبتی به مجلس عالی ابراز داشتند که در سیاست اجتماعی دولت و حکومت تاجیکستان به مسئله بلند برداشتن مقام زنان و بانوان در حیات جامعه دقت جدی ظاهر نمودند. این است که آنها در جامعه صاحب عزت و آبرومندند. عموما زنان تاجیک از روزهای اول تاسیسیابی دولت تاجیکان در ساحه‌های گوناگون خدمت با سزا نمودند. پریزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نیز همچون داننده خوب تاریخ ملت خیش به متانت زن تاجیک بها گذاری نموده است. سیمای زن زیباپرست و آزادی نژاد، دلاور و مبارز، با ننگ و ناموس، دلیر و شجاع، وطن دوست و وطن پرست، آزادی خواه و عدالت پرور و کدبانو و هنرمند تاجیک هنوز 3000 سال قبل در متنهای سغدی و پهلوی به طور برجسته تصویر یافته است. امروز در تاجیکستان صاحب استقلالمون برای به حیات جمعیتی پیوستن زنان تمام شرایط های ضروری، زمینه های حقوقی فراهم آورده شده است. دولت صاحب استقلال تاجیکان زن را همچون قوه پیشبرنده و یک جزء مهم جامعه اعتراف نموده، اشتراک او را در تمام جبهه ها از جمله سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، معنویات و ساختارهای قدرتی ناگزیر می دانند.